بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی، سایت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل، سخنرانی سفیر لیندا توماس گرینفیلد. همچنین باید نقش ایران در این حملات را روشن کنیم. بدون حمایت ایران که نقض تعهدات آنها بر اساس قطعنامه 2216 است، حوثی‌ها برای ردیابی و ضربه زدن مؤثر به کشتی‌های تجاری که از خطوط کشتیرانی از طریق دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کردند، با مشکل مواجه می‌شدند. خبرگزاری فرانسه: بایدن بی‌میل به تشدید تنش. کارشناسان می‌گویند دولت بایدن و شورشیان حوثی یمن و همچنین حامیان این گروه در ایران به طور ضمنی وارد یک تفاهم ظریف و خطرناک شدند. هر دو احساس نیاز به استفاده از قدرت دارند، در حالی که تصور می‌کنند طرف مقابل نمی‌خواهد شرایط تشدید شود. سایت تلگراف: غرب باید با تهدید ایران مقابله کند. این یک لحظه بالقوه خطرناک است. حوثی‌ها قول دادن انتقام می‌گیرند و این امکان وجود دارد که ایران جنگ نیابتی این کشور را علیه غرب تشدید کند. به تهران نباید اجازه داد که دوچار این توهم شود که هر گونه خشونت بیشتر علیه منافع انگلیس و آمریکا با واکنشی قوی و فوری روبرو نخواهد شد. رویترز: حملات به یمن ایران را مستقیما به جنگ نکشانده است. حوثی‌های یمن همسو با ایران متحد شدند که به حملات ایالات متحده و بریتانیا پاسخ دهند، اما در حالی که تهران می‌خواهد از کشیده شدن مستقیم به درگیری همه‌جانبه خودداری کند، چشم‌انداز این که این حملات غرب جنگ منطقی را شعله ور کند در حال حاضر محدود به نظر می‌رسد. سایت کاخ سفید، بریفینگ مطبوعاتی: ما در مورد این واقعیت به صراحت کامل صحبت کردیم که ایران حامی حوثی‌ها، اگر نگوییم اصلی، توانمندساز یا حامی است و ایران به صورت عملیاتی در انجام این حملات مشارکت داشته است. آنها اطلاعاتی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده‌اند.